أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. واذكروا الله في أيام معلومات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. در آیات مرتبط به حج بودیم، عرفات، مشعر، مناسک حج در مسجد الحرام در آیات گذشته بیان شد. در این آیه شریف احکام منا ذکر می شود، چون که بعد از اینکه حجاج روز دهم از مشعر خارج شدند، در منا جمره عقبه را که جمره بزرگ هست رمی می کنند، قربانی می کنند. بعد از آن هم حلق یا تقصیر می کنند، به مکه می رن، اعمال مکه را انجام می دهند. با این حجشون تمام نمی شود، بلکه باید مبیت در منا داشته باشند، شب 11 و شب 12 و در بعضی صورت ها شب 13. شب 11 اینها در منا بیتوته می کنند، صبح که شد رمی جمرات می کنند، هر ستاش، هم جمره اولی، جمره وسطا و جمره عقبه که جمره کبرا هست. شب دوم نیز در منا مبیت می کنند و روز 12 رمی جمرات می کنند تا زوال، یعنی تا اذان ظهر. وقتی اذان ظهر گفت، می توانند از منا خارج بشند و حجشان تمام میشه. اما اگر خواستند، می توانند شب 13 نیز در منا بمانند، و اگر شب 13 ماندند، روز 13 هم باید جمرات را رمی بکنند و بعد از آن از منا خارج بشند. البته کسانی که محرمات احرام را انجام نداده باشند، اینها می توانند روز 12 در هنگام ظهر از منا خارج بشند و دیگه به او بر نگردند. اما کسانی که بعضی از محرمات احرام را مرتکب شده باشند، خودش را حفظ نکرده بود از شکار کرده بود، یا مسائلی که مربوط به زنان بود و حرام بود بر او مرتکب شده بود، این کفاره‌ای که دارد، جای خودش بایستی شب 13 نیز بماند، حق ندارد خارج بشه از منا. اما کسانی که حفظ کرده بودن خودشون را از صید و از نساء، اینها زوال روز 12 ظهرش می توانند از منا خارج بشن و حجشون هم کامل میشه. این آیه در این زمینه هست. خدای متعال می فرماید واذکر الله فی ایام معدودات، بیاد خدا باشید، بر زبانتون ذکر خدا باشد. خیلی زیاد هم نیست، 2 روز بیشتر نیست، حالا فوقش 3 روز. در این 3 روز بیاد خدا باشید، چون که مکلفینی که در حج هستند و در منا میرن، اینا وظیفشون این است که در منا باشند، یک کار خاصی غیر از رجم ندارن. سه تا جمره رو رمی میکنن، حالا چند دقیقه وقت میگیره از اونا،
حالا اگر خیلی شلوغ باشد فوق فوقش یه ساعت ازش وقت میگیره. خب این 24 ساعت اونجاست. چه کار بکنه؟ خود رمی یاد خدا بودن هست. چرا؟ چون که خود ذکر در اصل به معنای در یاد بودن است، فراموش نکردن است. به این ذکری که با زبان انسان لا اله الا الله میگه، سبحان الله میگه، مثلا یاد خدا هست، با زبانش بهش ذکر میگن، چون که منشأش این است که فراموش نکرده خدا را، لذالک بر زبانش جاریه. انسان در صورتی چیزی بر زبانش جاری میشه که فراموش نکرده باشه. اگر فراموش کرده باشد بر زبان هم جاری نمیکنه، بر زبان هم جاری نمیکند. پس این که انسان با زبانش خدا را بخواند، این را بهش ذکر میگن، چون که منشأش ذکر است، منشأش در نظر بودن است، فراموش نکردن است. حالا شما در منا هستید، یاد خدا باید باشید. حالا یاد خدا بودن یک به این که امر خدا را در رمی جمرات عمل بهش بکنید. نگید سخته، نگید مشکله، نگید ما رو مورد مسخره قرار میدن غربیا و شرقیا، نگید این موجب ضعف دین هست، نگید موجب وهن دینه، پس ترکش بکنیم. نه خیر، مادامی که خدا امر کرده، حالا دیگران مسخره بکنن، بکنن. تمام پیغمبران را مسخره میکردن. در آیه شریفه هست ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، میخندیدن به مؤمنین. و اذا مروا بهم يتغامزون، با چشم گوشه چشم اشاره میکردن به اونها. کسانی که اینها مجرم هستند، جنایتکار هستند، اینا نسبت به مؤمنین مسخره میکنند. این مسخره کردن اونها باعث تغییر حکم خدا نمیشه. نه تنها حکم خدا، هر واقعیتی، حالا قطع نظر این که از مسائل دین باشه، هر واقعیتی را که انسان نباید به خاطر مسخره کردن دیگران ترک بکند. حالا فرض کنید که شما در یک جایی هستید، بیماری زیاد هست، اطباء تشخیص دادن که شما باید واکسن بزنید. حالا تمام مردم شما را مسخره بکنند، شما چون که میدونید این کار درستی است و به نفع شما هست و جلوگیری از بیماری شما میکند، میرید به هر قیمتی که تمام شده این کار را انجام میدید. میگید اونا مسخره میکنن، خب بکنن. فردا که گرفتار بیماری شدن و ما سالم بودیم، اون وقت میفهمند که چه کار ناپسندی کردند. حالا در دنیا کسانی که اهل کفر و نفاق و شرک و اینا هستند، مؤمنین را مورد مسخره قرار میدهند. خب مورد مسخره قرار بدهند، روزی که حقایق ظاهر میشود، اون وقت اونها پشیمان و مؤمنین گشاده رو و خنده رو هستند. پس بنابراین این یکی از یادهای خدا هست که انسان امری که خدا کرده در منا این امر را تطبیق بکند، عملا رمی جمره عقبه بکند. نگه این وهن دینه. اصلا این شعار وهن دین یه شعاری است که هیچ معنایی نداره اصلا، و احکام خدا بر این یک شعاری که هیچ معنا ندارد بار نمی شود. حالا بعضی وقتا شنیده میشه، این بین پرانتز بگیم، میان میگن مثلا فلان چیز وهن دینه، پس ولش بکنید. آقا اجراء حدود نسبت به دزد، نسبت به کسی که مثلا ارتباط نامشروع داشته، فلان چیز فلان چیز، اینها میان باعث وهن دین میشه، پس این احکام خدا رو تعطیل بکنیم. خب این، آیا این کلمه وهن دین یک کلمه ایست که معنا دارد و میشه با این کلمه و معنای این کلمه حکم خدا رو ما بیایم تعطیل بکنیم؟ خیر. چرا؟ چون که مراد از وهن دین چیه؟ خب باید معلوم باشه که معنای این کلمه چیه تا ببینیم که این میتونه حکم خدا رو تعطیل بکند به این معنا که ملاکش انقدر قوی است که بر ملاک اون تزاحم پیدا میکنه و غلبه پیدا میکنه برش. اگر مراد وهن خود دین است، یعنی خود دین خدا ضعیف میشود، که این یک امر محالی است. دین خدا هیچ وقت ضعیف نمیشه، چون که دین خدا اراده تشریعی خداست.
اراده تشریعی خدا، چه مردم مؤمن باشن چه نباشن، چه عمل بکنن چه عمل نکنن، مربوط به خود خداست، ضعیف نمی شود. مثل اینه که کسی بیاد بگه اگر مردم به دین خدا عمل بکنن خدا قوی میشه، یا خدا ضعیف میشه اگر مردم به دین خدا عمل نکردن. این چقدر عبارت مسخره ای هست. اگر بیاییم بگیم که خود دین که اراده تشریعی خداست، دین به ما هو دین، این به وسیله عمل مردم یا عمل نکردن مردم، کثرت پیروان یا عدم کثرت پیروان، این دین ضعیف بشه یا قوی بشه، این عبارت بسیار نادرستی هست. و کلمت الله هی العلیا. تازه این آیه کلمت الله هی العلیا کی نازل شد؟ در وقتی که پیغمبر تک و تنها با یک نفر ابوبکر در غار بودند، هیچ کس یار برای پیغمبر نبود، مشرکین در صدد این بودند که پیغمبر را بکشند و اگر دسترسی پیدا می‌کردند به پیغمبر، پیغمبر را می‌کشتند. در همین حال که پیامبر فرار کرده از مکه، ففررت منکم لما خفتکم، هیچ یاری ندارد، در غاری است که اگر کشف می‌کردند می‌دیدن پیغمبر را می‌کشتند در اون غار، آیه می‌فرماید کلمت الله العلیا. مسلمانان بسیار ضعیف بودند به حدی که پیامبر مجبور شدند برای حفظ جان خودشون از مکه خارج بشند، اما در همین حال کلمت الله العلیا، دین خدا ضعیف نبود در اون روز. لذا روزی که پیامبر در شعب ابی طالب در محاصره بودند با روزی که مکه رو فتح کردند، آیا دین خدا ضعیف بود و دین خدا قوی شد؟ نخیر، دین خدا در تمام احوال در غایت قوت هست. روزی که سید الشهدا کشته شد، یا روزی که مثلا حضرت امیر سلام الله علیه در جنگ جمل ناکسین را از بین بردند، آیا بگیم که روز جنگ جمل اسلام قوی شد و روز عاشورا اسلام ضعیف شد؟ خیر، اسلام همون اسلام است، اراده تشریعی خداست. اراده تشریعی خدا الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، اسلام عزتش به عزت خدای تبارک و تعالی است. پس اگر بگیم مراد از وهن دین یعنی خود دین ضعیف بشود، حالا مسلمان ها یک کاری بکنند یا یک حکمی که خدا نازل کرده این حکم را تطبیق بکنند، دین خدا ضعیف بشه، این معنا ندارد اصلا. اگر مراد ضعف مسلمین هست، حالا میگن مثلا تعبیر به وهن دین تعبیر مجازی است، مراد وهن متدینین است، ضعف مسلمین هست. اتفاقا منشأ ضعف مسلمین عمل نکردنشون به احکام خداست، نه اینکه عمل کردن به احکام خدا باعث ضعف مسلمین میشه. مسلمونا الان ضعیف هستند نه به خاطر این است که مثلا احکام حدود را تطبیق میکنند، یا فلان کار را میکنند که خدا دستور داده، یا فلان کاری که مستحب است را انجام میده، یا فلان شعیره از شعائر را انجام میدن، این سبب ضعف مسلمین نیست. چیزی که سبب ضعف مسلمین است این است که مسلمون ها غالبا احکام خدا را زیر پا گذاشتن. خدا گفته طلب دانش بکنید، غالب مسلمون ها در جهل و نادانی هستند، نسبت بی سوادی بسیار زیاد است در بلاد اسلام در مسلمون ها. خدا فرموده که کار و تلاش بکنید، کوشش بکنید. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا، کار بکنید، کوشش بکنید، تلاش بکنید. می‌بینیم غالب مسلمونا تنبل هستند. خدا در قرآن گفته و امرهم شورا بینهم، در وقتی که نص خاصی از طرف خدای تبارک و تعالی نباشد، جایی که نص خاص از طرف خداست اینجا دیگه اصلا سالب به انتفاع موضوع، جای مشورت با مردم در دین خدا نیست. اما در جایی که نص خاص نیست، خب امرهم شورا بینهم، آیا در بلاد مسلمین شورا هست یا استبداد؟ خب استبداد هست. احکام خدا رو مسلمان ها خیلی هاشون و خیلی از احکام رو زیر پا گذاشتند، نتیجش ضعف مسلمینه. پس این که بگیم ما بخواییم حدود را جاری بکنیم این باعث ضعف مسلمین میشه، یا اینکه ما مثلا رمی جمره بخوایم بکنیم این باعث ضعف مسلمین میشه، یا فلان شعیره را انجام بدیم این باعث ضعف مسلمین میشه، این عبارت یک عبارت نامفهومی هست،
یک تبل تو خالیه. ضعف مسلمین سببش عدم تطبیق احکام خدا هست، نه اینکه تطبیق احکام خدا باعث ضعف مسلمین می شود. خدا در قرآن فرموده و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، تا می توانید قوی بشید از نظر نظامی. خب چرا الان اسرائیل مسلط هست؟ 60 سال هست بلاد اسلام را در فلسطین اشغال کرده و مسلمان ها هیچ کار نمیتونن بکنن، یا اگر یک کارای جزئی بکنن مثلا. چرا؟ علتش اینه که اون از نظر نظامی قوی تره، مسلمان ها از نظر نظامی ضعیف هستند. چرا مسلمان ها از نظر نظامی ضعیفن؟ اسرائیل از نظر نظامی قویه. میگن اسرائیل مثلا آمریکا بهش اسلحه میده، فرض کنید اروپا بهش اسلحه میده. خب چطور شد اروپا و آمریکا از مسلمین و بلاد اسلام که 1 میلیارد مسلمان یا بیشتر هستند، اونا قوی تر شدن از نظر نظامی که باعث بشن که یه چند تا یهودی بیان در فلسطین و با سلاح اونها بر مسلمان ها پیشی بگیرن؟ به علت این که داشتن سلاح احتیاج به تکنولوژی داره، احتیاج به علم داره، احتیاج به دانشمند داره، احتیاج به آزادی داره. ندارن مسلمان ها این رو. حکم خدا رو تطبیق نکردن، اعدوا لهم ما استطعتم من قوه نیست، خب اون بر شما مسلط میشه، طبیعی هست دیگه این. پس احکام خدا زیر پا گذاشته شد، مسلمونا ضعیف شدند، نه اینکه احکام خدا رو عمل بکنن باعث ضعفشون میشه. سه، ممکنه یک کسی بگه که مراد ما از وهن دین این باشد که دیگران ما رو مسخره میکنند. آیا مسخره کردن اونها باعث ضعف دین میشه؟ خیر، همه پیامبران مسخره میشدن. پیامبر در مکه نماز میخوندن، مشرکین پیامبر را مسخره میکردن. پیغمبر آیه نازل شد فاستقم کما امرت، استقامت بکن. آیه در سوره هود که سوره مکی هست نازل شد، البته یک جای دیگه هم هست این آیه در قرآن کریم، واستقم کما امرت. چرا؟ چون که مشرکین یکی از کارهایی که نسبت به پیامبر و مسلمین داشتن مسخره کردن بود. آیه میگه مسخره کردن اونها باعث نشه که تو حالا نماز نخونی. نه، پیغمبر میرفتن در مسجد الحرام نماز میخوندن، اونا هم همونجا پیغمبر را مسخره میکردن، پیغمبرم به مسخره اونها اعتنا نمیکردن. لذا فقها در رساله عملیشون نسبت به یکی از احکام شرعی بیان کردن و مسخره کردن مردم باعث تغییر حکم خدا نمی شود. این اگر مرادشون از وهن دین این باشد که دیگران ما رو مسخره می کنن. گاهی مراد میگن نه، مراد ما مسخره کردن نیست، مراد این است که اینا تشنیع می کنن بر ما، یعنی ما رو یک مش افراد وحشی و عقب افتاده تصور می کنند. خب میگیم چرا اونها ما را یک مش افراد وحشی و عقب افتاده تصور میکنن؟ به خاطر یک حکم و دو حکم و سه حکم نیست، به خاطر اسلام هست. اینا تبلیغات سوئی که نسبت به اسلام در ذهنشون هست، این برداشت را کردن که مسلمونا مثلا یه مش وحشی هستن یا دینشون یک دین خشنی هست، و الا اگر ما بنا باشه به تشنیع اونا از احکام اسلام دست برداریم، اولین چیزی که اینا بر اسلام و مسلمین تشنیع میکنن نسبت به حقوق زن هست. میگن شما زن را تحقیر میکنید، میگید باید حجاب بپوشه، دیه زن نصف دیه مرده، ارث زن در خیلی از موارد نصف ارث زن هست مثلا، و همچنین مسائلی که مربوطه به حقوق زنان هست. اینا میان در این مسئله تشنیع میکنن. ها خب ما حالا بیایم بگیم که چون که تشنیع دارن میکنن، پس به زنها بگیم که شما دیگه حجاب نپوشید. بیایم حکم خدا رو در ارث بگیم که للذکر مثل حظ الانثیین، این رو تعطیلش بکنیم. مسئله دیه رو بیا تعطیلش بکن، فلان چیز رو بیا تعطیل بکن. خب این نسبت به حقوق زن. نسبت به حدود شرعی میان میگن آقا انسان باید آزاد باشه، حالا یه رابطه نامشروع داشته با رضایت خودش بوده، شما چرا میگید این ممنوع هست؟ شما چرا بر این مجازات میکنید؟ اونم مجازات سخت، شلاق میزنید، رجم میکنید، مثلا در بعضی صور اعدام هست. پس ما برای اینکه اونا تشنیع نکنن به ما، بیاییم بگیم روابط نامشروع اشکال نداره، به اصطلاح
هر کی هم مرتکب شد مجازاتش متوقفه، دزدی هم مجازاتش متوقفه، فلان حکم متوقفه، ارتدادم مجازاتش متوقف بشه. چی متوقف بشه؟ تمام احکام حدود رو هم تعطیل بکنیم. از اون طرف جهاد ما در نظر اونها کار تروریستی است. شما اگر جهاد بکنید شما رو تروریست حساب میکنند. نرو با اسرائیل جهاد بکن، نرو با اشغالگران جهاد بکن. اگر روس هم افغانستان را اشغال کرد شما جهاد نکن. چرا؟ چون که اینها شما رو تروریست حساب میکنند، تشنیع میکنند کار شما رو. پس جهاد رو هم تعطیل بکنیم، بگیم این جهاد چون که تشنیعه پس وهن دین هست پس ولش کن. معناش چیه؟ معناش باید کل احکام خدا رو ترک بکنیم. بعدش اونا تشنیع بکنن، چه ارزشی دارن اونها؟ کافر در نزد خدا ارزش ندارد. حالا تشنیع بکنه بر ما. ما نباید حکم خدا رو به خاطر تشنیع اونها ترک بکنیم. یه مسئله و دو مسئله نیست، صدها و هزاران حکم از احکام خدا مورد تشنیع هست برای اونها. ما چیزی که باید بکنیم، باید تبلیغات صحیح بکنیم، احکام را برای اونها بیان بکنیم که چرا اسلام این احکام را گفته. اگر در اسلام مثلا حجاب واجب شده بر زن، این علت داره، این به نفع زن هست، به نفع مرد هست، به نفع اجتماع هست، مصلحت عمومی در نظر گرفته شده. اگر دیه زن نصف دیه مرد هست، این به خاطر مصلحت عمومی است. از اون طرف خدا به مرد میگه تو واجب است نفقه زن را بدی، از اون طرف میگه چون که مردها نفقه زنها را میدن پس باید از ارث هم بیشتر نصیبشون باشه. اما دیه مثلا دیه ربطی به میت ندارد، ممکنه میت زن باشه وارثش مرد باشه. شما این نصف دیه رو که میخواید بدید به این میتی که کشته ای که زن هست که نمیدید، به اون وارثش میدید، وارثش ممکنه مرد باشه. یا مردی که کشته شده ممکنه وارثش زن باشه، شما دیه رو دارید به این وارث میدید. این وارث چه زن باشه چه مرد باشه، این دیه نسبت به او بستگی دارد به اینکه مقتول زن باشه یا مرد باشه. این معناش این نیست که ما ارزش زن را کمتر از ارزش مرد دونستیم، یا اصلا معناش این نیست که ما ارزش یک انسان را با پول داریم تبدیل میکنیم. اگر کل دنیا را مقابل جان یک انسان مؤمن حساب بکنیم، ارزش جان مؤمن بالاتر از کل دنیا هست. دیه یک مسئله اقتصادی است، نان آور خانواده کشته شده، خب پول بیشتر باید به ورثش بشه، داده بشه در دیه تا اینکه کمی جبران بکنه. اما زنان مثلا نان آور خانواده نیستن چون که نفقه براشون واجب نیست. این یه مسئله است، مسئله اقتصادیه، مسئله اجتماعیه. اینا با هم که نگاه بهش بشه میبینیم که تمام این احکام درست هست. به این حکم مسئله تمیز نیست، انسانیت فرق ندارد، زن و مرد یکی هستن. یا در مسئله حدود، خدای تبارک و تعالی این حدود را قرار داده. این حدود بسیار بهتر از زندانی کردنه. الان در جهان امروز زندان هست، آیا زندان جرم را کمتر کرده؟ جرم را کمتر نکرده. بسیاری از کسانی که وارد زندان میشن از زندان در میان مجرمتر میشن، چون که در زندان با مجرمین دیگر برخورد میکنن و راه و چاه جنایت را بیشتر یاد میگیرن. از اون طرف سالها عمر اینا ضایع میشه در زندان. باید عقوبت یه عقوبت فوری باشه، هم یک چیزیست که باعث ترس مردم از جنایت بشه، از اون طرف هم هزینه‌ای برای دولت هم نداشته باشه که غذای اینو جای اینو نگه داشتن این، از اون طرف هم نسبت به زن و بچه و خانواده این شخص هم ظلم نباشه، یک عقوبت فوری، بعدش هم فوراً آزاد بشه. لذلك در جهان امروز خیلی از مثلا کارهای خلاف قانون رو با پول میگن، جریمش پول هست، یعنی میگن فلان مقدار پول بده در بیا. خب اینم خیلی فایده نداره. چرا؟ چون که پولدارا رو مانع نیست، خب ما این مخالفت را مرتکب میشیم پولم میدیم. اما عقوباتی که تنبیه بدنی درش هست، این دیگه فرقی بین فقیر و پولدار نداره، رادعم هست. خلاصه مقصود این است تشنیع اونها بر احکام اسلام، بر خیلی از احکام اسلام هست. ما باید اولا استقامت داشته باشیم، فاستقم کما امرت،
بعدش هم انسان که قوی بشه، اگر مسلمان ها قوی شدن، اون فرهنگی و تمدنی که در دنیا قوی باشه احترام دارد، حالا هر کی میخواد باشه، چون که قوی احترام دارد. از اون طرف هم توضیح داده بشه، چون که این احکام پایه عقلی دارد، توجیه عقلی داره، با عقل منافات ندارد. اگرم شما نرسید به حکمتش که چیه، اما از اون طرفی میتونید بیان بکنید که با عقل هیچ تنافی ندارد. پس بنابراین اگر مراد تشنیع باشد، تشنیع اونها ارزشی برای ما ندارد. اگرم مراد وهن دین این باشد که یعنی باعث بشه که کفار داخل در اسلام نشن، این جوابش این است که اولا با وجود این همه مشکلاتی که مسلمان ها دارند و سوء تصرف بعضی از مسلمان ها، الان دین اسلام سریع ترین دینی است که در جهان داره منتشر میشه. چیزی که باعث می شود مردم داخل اسلام نشند تبلیغات نکردنه. ما تبلیغ نمی کنیم، به مردم نمی رسه، مسلمان نمی شن. اگر تبلیغات اسلام و مسلمین قوی بود، خیلی از مردم داخل در اسلام می شدند. یکی از اسبابش ضعف مسلمان هاست. روزی که مسلمان ها قوی بشن، مردم داخل در اسلام میشن. آیه میفرماید اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. تبلیغات و قوت. اگر مسلمان ها این دوتا کار را بکنن، مردم فوج داخل اسلام میشن. و الا اگر شما ضعیف باشید، تبلیغات هم نداشته باشید، ممکنه نماز شما را هم وسیله قرار بدن برای اینکه مردم داخل اسلام نشن، شراب نخوردن شما را وسیله قرار بدن که مردم داخل اسلام نشن. این قصه معروف است که اعشا که از شعرای بزرگ عرب بود، این شنید که پیامبر ظاهر شدند، از منطقه خودش خارج شد بیاد در مدینه و اسلام بیاره. ابو سفیان دید که اگر این بره به مدینه برسه و مسلمان بشه، یک وسیله تبلیغاتی مهمی برای مسلمین خواهد بود، چون که در اون زمان شعر و شعرا مانند رادیو تلویزیون و ماهواره این زمان بود، تبلیغات مهم توسط شعر و شعرا بود. لذا ابو سفیان حرکت کرد، در راه او ایستاد. وقتی که به ابو سفیان رسید، خب میشناخت ابو سفیان را دیگه، بزرگ اهل مکه بود و مشرکین بود و خلاصه اینا برای حج یا مکه میرفتن، خب آشنا بودن با او. ابو سفیان بهش گفت کجا میخوای بری؟ گفت میخوام برم مسلمان بشم. گفت چرا میخوای مسلمان بشی؟ گفت خب من به محمد صلی الله علیه و آله اعتقاد پیدا کردم، دینش را میخوام بپذیرم، از طرف خداست. گفت در این دین زنا حرامه؟ گفت خب من پیر شدم. گفت در این دین فلان چیز حرامه؟ گفت مهم نیست برای من. در این دین فلان چیز حرامه؟ گفت در این دین بگن نماز بخون هر روز، گفت خب باید بخونیم دیگه، عبادت خدا رو بکنیم. گفت در این دین شراب حرام است. حالا این نقطه ضعف اعشا بود. گفت نه این سخته، چون که من شراب را که میخورم مثلا یاد جوانی میفتم و به اصطلاح برای من عادت کرده دیگه به این مسئله. گفت خلاصه اگر بری مسلمان بشی شراب خوردن ممنوع. اونم فکر کرد و گفت خب من بر میگردم یک سال دوباره ادامه میدم در کارم، حالا شراب بخوره و امثال اینها، بعد از یک سال میام مسلمان میشم. برگشت و توفیق پیدا نکرد که برگرده به مدینه و مسلمان بشه، همونجا مرد. خب این احکام خدا، یکی میخواد شراب بخوره، یکی میخواد گوشت خوک بخوره، یکی میخواد زنا بکنه، یکی میخواد ربا بخوره، اینا شما اگر توضیح ندید برای مردم، خیلی از این احکام ممکن است باعث این بشه که مردم به اسلام گرایش پیدا نکنن، پس بیایم این احکام را تعطیل بکنیم تا مردم مسلمون بشن. آیا این درسته؟ همچی چیزی؟ ما احکام خدا رو تعطیل بکنیم تا مردم بیان مسلمان بشن، این معنا نداره. مردم اگر مسلمان نمیشن، چون که تبلیغات ما ضعیفه، چون که ما ضعیف هستیم، چون که خیلی از مسلمونا احکام خدا رو زیر پا میذارن، دروغ میگه، غش داره، ربا میخوره،
معامله میکنه با کفار، پول اونا رو میخوره، احکام خدا رو زیر پا میذاره، باعث میشه که این کفار مسلمون نشن. اگر تبلیغات صحیح داشته باشیم، اگر توضیح بدیم، اگر قوت داشته باشیم، مردم یدخلون فی دین الله افواجا. پس بنابراین در رمی جمره من خودم مکرر شنیدم از بعضیا، البته خب جرأت ندارن علنی خیلی بگن چیه این حکم رمی جمره، تو یه سنگریزه وردار به یک ستون از سنگ بنداز. سالهای قبل هر سال در رمی جمره حادثه پیش میامد، چون که 2-3 میلیون نفر اینا خصوصا روز 12 میخوان همه با هم رمی بکنن، یک جای کوچیکی هست، بعضی سالها صدها نفر زیر دست و پا له شدن و مردن و کشته شدن. حالا سنگ به سنگ بندازیم آخه چیه مثلا؟ همچی اشکالایی میکنن. خب این وهن دینه، پس این اصلا ولش بکنیم. گفتیم خب اصلا وهن دین یک شعاری است بی محتوا، باعث این نمیشود که حکم خدا رو ما به خاطر این شعار بی محتوا تعطیل بکنیم. نه تنها احکام خدا، حتی چیزهای مستحب، حتی مباحات. یه چیزی مباحه، عنوان وهن دین نمیتواند حتی مباح را حرام بکند. یعنی حتی بر اصالت الاباحه و اصالت البراءه غالب بشه، اون اصل بر این عنوان غلبه داره، چون که این عنوان یک شعاری است بی محتوا. خیلی وقتا هست یک الفاظی هست زیباست اما محتوا نداره، آدم خیال میکنه که این میتونه منشأ حکم خدا بشه. لذا آیه میفرماید، برگردیم به بحث رمی جمرات، و اذکر الله فی ایام معدودات. با رمی جمره این ذکر عملی است. چرا؟ چون که شما یاد خدا بودید، یاد حکم خدا بودید، لذا این حکم خدا را تطبیق کردید. بعد حالا شما 24 ساعت در منا هستید، گرچه حالا مقداری که واجب هست یا همه شبه یا نصف شبه که در منا باشد که فردا میتونه برگرده، حالا این احکامیست فقهی در کتب فقهی ذکر شده، اما غالب حجاج میمونن این چند روزه را، 2 روزه را یا 3 روزه را در منا. خب چه کار بکنه در این؟ یاد خدا باشه، قرآن بخونه، دعا بخونه، احکام خدا رو تطبیق بکنه در منا، مؤمنین را ببینه، موعظه، ارشاد و امثال اینها. و اذکر الله فی ایام معدودات، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه. اگر یک کسی میخواد فقط 2 روز بمونه، یعنی روز 11 و 12 تا ظهر 12، این هیچ گناهی ندارد. روایت دارد که از حضرت زین العابدین علیه السلام، الحاج مغفور له، کسی که حجش را تمام کرد، روز 12 زوال شد، از منا خارج شد، خدا تمام گناهان این بنده را می آمرزد. و موجب له الجنه، بهشت برای او ثابت میشه. و مستأنف العمل، میگن الان گذشته گناهاتو بخشیدیم، از الان به بعد گناه نکن. و محفوظ فی اهله و ماله، خدا هم خودش را، هم خانوادش را، هم اموالش را حفظ میکند. حالا اینا همش از باب مقتضی هست، ممکنه مانعی باشد که این مانع باعث بشه که بعضی از این امور انجام نشه. یعنی یک حاجی باشد این عقیدش نادرست باشه، این عقیده نادرست یعنی به امامت اعتقاد نداشته باشه، یا از خوارج باشه مثلا، این آمرزیده نمیشه. چرا؟ چون که مانع هست. خود حج اقتضای آمرزش را دارد، اما چون که مانع هست، این مانع نمیذاره که این آمرزیده بشه به سبب سوء عمل خودش. خب پس یک، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه، یعنی گناهانش آمرزیده میشه. 2، این مانع ندارد که دیگه بر نگرده، اشکال نداره. توی حاجی روز 12 خارج شدی از منا، لازم نیست برای شب 13 برگردی در منا، گناهی نکردی اگر بر نگردی. بله اگر انسان برگرده و شب 13 بماند و روز 13 رمی جمرات بکنه، این بهتر است. چرا؟ چون که عبادت بیشتره و عبادت بیشتر بهتر از عبادت کمتره. واجب نبود، اما اگر موندی تا شب 13 باید شب را بمانی
و روز را رمی جمره بکنی، مثل این مسئله ای که بعضی از فقها ذکر کردن، اگر کسی مسافر است باید نمازش را شکسته بخواند، یعنی نماز ظهر و عصر و عشاء را که 4 رکعت است در سفر با شروطی که در فقه ذکر شده، این نمازها رو باید 2 رکعتی بخواند. حالا اگر کسی در مسجد الحرام بود یا مسجد النبی بود یا در حائر امام حسین علیه السلام بود یا در مسجد کوفه بود، حالا خاصه به حائر است شامل کل شهر کربلا میشه، خاصه به مسجد کوفه است شامل کل کوفه میشه، یا خاصه به مسجد الحرام مسجد النبی هست یا شامل کل مکه و مدینه میشه، این یه بحث فقهی هست که در کتاب‌های فقهی فقها ذکر کردن، نظرات هم مختلف است. اما اصل حکم مسلمه که کسی که در مسافر باشد، نه اهل اون شهرها، مسافر باشد در این 4 جا میتواند نماز را شکسته بخواند چون که مسافره، میتواند نماز را تمام بخواند، 4 رکعت بخونه نماز ظهر و عصر و عشاء را. فقها گفتن و تمام و افضل، نماز را در این 4 جا، حرم امام حسین، مسجد کوفه، مسجد الحرام، مسجد النبی، تمام بخونه، 4 رکعتی بخونه بهتره. چرا بهتره؟ چون که عبادت بیشتری هست. 2 رکعت به اندازه 2 رکعت عبادت خدا رو داره میکنه، اما اگر 4 رکعت را خون، این 4 رکعت برای خدا به جا آورده بهتر هست. وقت چون که مخیره، میتونه تمام بخونه، میتونه قصر بکنه، تمام بخواند بهتر است. بله اگر فقط وظیفش قصر بود نمیتونه تمام بخواند، چون که بدعته، خلاف امر خداست. در بعضی از روایات هست اولاک العصات که در سفر روزه گرفته بودن، اینا معصیت خداست چون که خلاف اراده خداست. اما اگر خدا مخیرت کرده، اون چیزی که عبادت بیشتر هست بهتره. اینجا هم همینه، شما میتونید روز 12 ظهر از منا در بیایید، اما اگر بمانید شب 13 و روز 13 هم رمی بکنید بهتر است، چون که عبادت بیشتری هست. پس فمن تعجل فی یومین، زودتر در اومد ظهر روز 12 فلا اثم علیه، و من تأخر شب 13 مون تا روز 13 فلا اثم علیه. البته این آیه هم یک تأویلی دارد و آن تأویلش این است که در بعضی روایات آمده اگر کسی مرد، یعنی کسانی هستن در حج میمیره، در منا میمیره، در عرفات میمیره، در مشعر میمیره، در طواف میمیره، دیگه مرگ ممکن است سراغ انسان هر جایی بیاد، خصوصا بعضی وقتا کسانی سنشون بالاست، ازدحام هست، فشار برشون میاد، این اگر مرد تمام گناهانش بخشوده میشود. فمن تعجل فی یومین، یعنی در خلال این 2 روز مرد، فلا اثم علیه، و من تأخر، نه عمرش بود که برگردد به شهر خودش، ممکنه سالهای سال بعد از حج بماند و زندگی بکنه، و من تأخر فلا اثم علیه لمن اتقا، به شرطی که تقوا رو پیشه بکنه در بقیه عمرش. هر چی گذشته گناهات آمرزیده شد، آینده هم گناه نکن که آمرزیده شده باشی. این یک مصداقه که مصداق تأویلی آیه است. مصداق دیگر آیه که مصداق تفسیری آیه هست اینه که اگر کسی از زنان که از محرمات احرام بود و از شکار که از محرمات احرام بود پرهیز کرده بود، این روز 12 میتونه از منا در بیاد، ظهر 12. اما اگر گناه کرده بود، یعنی با اینکه حرام بود شکار کرده بود، با اینکه زنان بر او حرام بودن مرتکب شده بود، این باید شب 13 بماند و روز 13 رمی جمره بکنه. حالا این غیر از کفاره‌ای که گردنش میاد، حالا گوسفند، شتر، کمتره، بیشتره، اینا در جای خودش در مناسک حج ذکر شده. حالا حجش باطل میشه، باطل نمیشه، اینم تفصیلی دارد که بازم در مناسک حج ذکر شده. بس فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه، و من تأخر فلا اثم علیه لمن اتقا، در تعویل
یعنی در کسی که مرگش تأخیر بیفته تا سالها بعد از حج مثلا، مادامی که گناه نکرده این مغفور له هست. مصداق دیگر که مصداق تفسیری است این است که اگر کسی پرهیز کرد از زنان و از شکار، این میتواند روز 12 ظهر خارج بشه. این نسبت به این آیه. بعد خدای متعال میفرماید واتقوا الله، خودتون را از عذاب خدا حفظ بکنید. واعلموا انکم الیه تحشرون، روز قیامت همه شما رو خدای تبارک و تعالی جمع میکند، محشور میشید، حسابرسی به اعمالتون میشه، کمترین گناه یا کمترین طاعت شما حسابرسی میشه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، میبینه او را، و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این نسبت به این آیه شریفه. ان شاء الله در جلسات آینده آیات دیگر این سوره را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.